اسپک و بازی نکن میره موینگی با اسپک و بازی سربسته به سری نگ سربسته به زری نگ میره بودیم بی با اسپک و بازی نگ با اسپک و بازی نگ شنگی نگ سربسته به سری نگ سربسته به زری نگ چون منکر مرگ است و باید که عجل کوکو مرگ آیدش از شش سو گوید که منم این اکان میره بودینگی با اسپک و بازی نگ با اسپک و بازی نگ شدیدم جلش کشم او آن همه کر رو فران سبلت و آن بینی آن کبرک و آن کینه کو شاهد و کو شادی مفرش به کیان دادی خشت است تو را بالی و خاک است نهالی نکن میره شمس الحق تبریز. اگه گفتی تو صدا میکنی. سلام بر همه عزیزانی که منو تماشا میکنن. اگه کسی منو تماشا میکنه و عزیزانی که بعداً منو تماشا میکنن. ما داریم میریم یه صبحونه ریزی درست کردیم. گفتیم بریم تو پارک نزدیک خونه بخوریم. پارک نسبتاً باصفاییه. بریم بشینیم بساطمون رو پهن کنیم کمی کتاب بخونیم و صبحانه دیر وقت بخوریم. ساعته بگو. نه دیگه ساعته نگیم نه نه نگو آره. صبح زود بیدار این بر نیست کجا این برمش کامنت با ما همراه باشید در این روز زیبای نیمه آفتابی که احتمال داره حتی بارون هم بیاد و ما هیچی نداریم. کاش چتر می آوردیم. کجا گفته بود بارون میاد؟ آخه خیلی ابریه. خدا به حیاتی تو و ناب کجا یابد جز دیده نمگی نکن میره
داشتیم پشت سر یکی غیبت میکردیم و بحث این بود که آره این آدم چقدر الان خیلی رفته رو مخمون و اصلا باش حال نمی کنیم، در حدی که مثلا حتی دوست نداریم دیگه کلن ببینیمش و بریم باشون بیرون، مخصوصا اینکه مثلا مگر اینکه مجبور باشیم. و این آدم آدمیه که مثلا ما چند ماه پیش مثلا اینجوری بودیم که چقدر مثلا شخصیت خوبی داره، چقدر آقا، چقدر متینه و مثلا خیلی خوشمون اومده بود و مثلا اینجوری بودیم که خیلی آدم آروم و قابل اعتماد و ایناییه. و بعد چند ماه و چندین بار و چندین مدت که معاشرت کردیم اصلا نظرمون دیگه اون نیست و الان داشتیم میگفتیم که به من داشتم میگفتم که آره چه آدم ها خوب میتونن خودشونو مثلا قایم کنن و اینا. نه لقمه پنکیک من نخوره، پنکیک هاشو خورده، این مال منه. یه دوربین چه حرکت چیزی بود، چه حرکت بروتالی بود طوری بیزش بودم. یکم دلت تعیینو میخواه؟ نه درمون پنکیک هم میخواست میخواه یه نسبت بدم؟ بله موزم داشته باشه. موز؟ نه موز سهم منه. این همه موزه که تو مصرف هم میکنی؟ همین؟ آره همین. واه تو چه اصفهانی هستی؟ تو ما مجازیم بگیم تو اصفهانی. بروتال بروتال. بعد آره داشتم میگفتم چجوری آدم مثلا قایم میکنن اینا و ولی همون لحظه خودم مچ خودم رو گرفتم. این که ما همش میگیم آدم ها چند رو دارن و اینا، بیشتر من این most cases تو بیشترین موارد اصلا اینجوری نیست که مثلا بگی او مثلا یارو داشته خودشو قایم میکرده، خودشو یه جور دیگه نشون داده. نه، فقط با توجه به درجه صمیمیت آدم ها رفتارهای مختلفی از خودشون بروز میدن. من اونجوری که یه آدم جدید رو میبینم رفتار میکنم و مدل معاشرتم یکی نیست با مثلا دوست 20 سالم، یکی نیست با آدمی که مثلا 10 بار آردی دیدمش و اونم به نظرم از این قضیه مستثنا نبود. ما خیلی وقتا یه سری چیزها رو به دورویی نسبت میدیم، در حالی که آدم که یعنی من خودم از یکم دورتر که نگاه میکنم قضیه اصلا دورویی نیست، یعنی قضیه کاملا اینه که آدمه لایه‌های مختلفی از شخصیتش رو نشون میده، ریویل میکنه وقتی که تو استیج مختلف رابطه با تو قرار داره. مثلا وقتی دفعه اول و دوم و سوم و پنجم میبینه تا وقتی دفعه دهم و بیستم میبینه اینجوری نیست که اون موقع خودشو قایم کرده دورو بوده. نه، الان اون لایه دیگه که حالا ممکنه من خوشم نیاد اصلا از اون لایه و آرزو میکردم کاش تو لایه قبلی میموندیم، اونو به من نشون میده. من احساس میکنم تو اکثر کیسا قضیه اینه، یعنی آدما به این فکر نمیکنن که من خودم هیچ وقت نشده احساس کنم فلان چیزمو از لحاظ شخصیتی ها، نه ظاهری و اینا، شخصیتی و رفتاری قایم کنم. نه، آدمه اونو راحت نبوده به تو نشون بده، بعد که راحت شده بهت نشون داده، خیلی هم چیز مزخرفی بوده مثلا. نه، این دورویه اصلا به نظرم معنی نداره. چه تو نه تو این نوعی بعضی وقتا اصلا میری فلان چیزو مثلا به فلانی اصلا نگم. خب این دورویی نیست، من رفتارو دارم میگم، رفتاریه که آدمه مثلا یه چیزی نشون میده بعد یه چیز دیگه نشون میده، این دورویی اون آدم نیست، این لایه های مختلفیه که آن بلاک میشه به نظر من. آره، و تو هرچی معاشرت عمیق تر میشه بیشتر مثلا اون لایه ها رو میبینی و میبینی خب یه سری آدم ها رو خوشت نمیاد از اون لایه هایی که آنلاک شده برات و خیلی مهمه ها. تو سریع گذر کنی، اون 7 میلیارد انسانه، تو میتونی با چند نفر دیگه مثلا چیز بشی، ولی واقعا گذر کنی سریع اون مووان کنی که خودتو معطل این نکنی که به اون نقطه رسیده راحت نیست، یعنی حرف زدنش از دور راحت، ولی مثلا بعضی وقتا تو توی شرایط از زندگیت هستی که واسه انقدر راحت نیست آدما رو کنار بذاری. به طور مثال مثلا من واسه خودم اینجوری بود، مثلا موقعی که تازه مهاجرت کرده بودم چون احساس تنهایی میکردم، من تازه با تنهاییم راحتم، آدمی نیستم که سختم باشه تنها باشم، اما به هر حال ما موجودات اجتماعی هستیم، به یه مینیمومی از روابط اجتماعی و معاشرت خب احتیاج داریم دیگه. مثلا تو موقعی که توی شرایط خاصی باشی انقدر واسه راحت نیست مثلا اینجوری از سر شکم سیری با دل خوش بگی بذارش
بشین کنار، موفق کن آدم بعدی. نه من الان میتونم این کارو کنم، اون موقع نمیتونستم این کارو کنم و تو دام رابطه‌های اشتباهی هم افتادم و تا سالها تاوانشو پس دادم، به تازگی تونستم از یه سری تله ها بیام بیرون. به نظر من یه بخش خیلی زیادیش این که تو نمیتونی بیای بیرون، به نظر من اینه که به اعتماد به نفس فرد، خب در و این اعتماد به نفس چجوری ساخته میشه؟ این اعتماد به نفسه خب از تو خود همون رابطه ها ساخته میشه به نظر من، ممکنه معلومه و دقیقا این چیزی که تو میگی حرف من تایید میکنه که تو توی تله میافتی، توی لوپ معیوب میافتی، یعنی تو وارد یه رابطه میشی، مثلا به طور مثال تو کیس خود من، مثلا اون موقع اول مهاجرتت، تنهایی به یه سری آدم که یکم شبیه خودتن، مثلا توی لول خودت، حالا اگه بشه گفت میخوای معاشرت کنی، نمیخوای با هر مزخرفی هم معاشرت کنی و اونا یه مینیمومیو دارن، بیشتر از یه مینیمومیو حتی دارن، از یعنی رو کاغذ همه چی خوبه، بهتر اینجوری بگم رو کاغذ همه چی خوبه، همه چی کار میکنه و بعد تو توی لایه‌های عمیق‌تر که میری، همین بحثی که قبلا هم بود، صمیمی‌تر که میشی میبینی نه واقعا درسته به ظاهر همه چی مچ بود، رو کاغذ همه چی درست بود، اما اصلا اینا نه وایب تو ان، نه فاز تو ان، نه مدل تو ان، نه بهت حس خوبی میدن، نه بهت حس کافی بودن میدن و اون موقع است که تصمیم گرفتن واسه بیرون اومدن ازش خیلی سخته. به قول تو اون آدم ها تازه اعتماد به نفس تو پایین تر هم آوردن، خواسته یا ناخواسته، تو اکثر مواقع ناخواسته، کسی خیلی کم پیش میاد، یکی باید خیلی سایکو مشکل روانی داشته باشه که بخواد از عمد اعتماد به نفس تو رو پایین بیاره، متوجه نیستن که این کارو میکنن. اما به هر حال این چیزی که تو میگی به اعتماد به نفس رب داره، همون روابط حتی باعث میشه اعتماد به نفس تو بیاد پایین تر و باعث میشه تو سخت‌تر حتی ازشون بیای بیرون. من البته الان اصلا فوکوسم رو روابط عاشقانه و رومانتیک نیست، روابط دوستی رو فقط دارم میگم، اون خیلی پیچیده تره، کلن یه مسئله دیگه است. به منظورم اینه که این دورویه به نظر من خیلی میگه سندیت نداره، چی نداره؟ موضوعیت. این دورویه خیلی موضوعیت نداره تو این کیسای شخصیتی و اینا، معمولا فقط لولای مختلف صمیمیت و شخصیته که توی قلقلک میدونم لولای مختلف صمیمیت و شخصیته که توی سطوح مختلف رابطه آنلاک میشه. قبول داری؟ قبول داری و کاش آنلاک نمیشد، یعنی تو خیلی از کیسا کاشی که آنلاک نمیشد. به پایان آمد این دفتر. چیکار کنیم الان؟ برنامه چیه؟ کتاب خوندنه؟ نه جدا دهنم آتیش بزنیم سرگرم کنیم. سنگینم هستی؟ خیلی سنگین نیستم من، تو سنگینی؟ نه من کم خوردم، دهان کم هستی. تو باید بر اساس ابعاد و اندازه بخوریم. ما یکی از مشکلات جدیمون اینه، به خاطر اینکه تو به اندازه من غذا میخوری، در صورتی تو از من کوچکتری. آره دیگه تو از من کوچکتری. یک بار به این موضوع معترف شدی این نپذیرفتی. آقا کسانی که این ویدیو رو نگاه میکنی، خواهش میکنم، تقاضای عاجزانه دارم که نظرتون رو توی کامنت ها بنویسین. این مشکل جدی رابطه ماست. چرا کسی که جسش کوچیک‌تر باشه باید کمتر بخوره؟ اصلا واسه من این قابل قبول نیست. یعنی چی؟ یعنی مثلا من 5 تا پنکیک درست میکنم، 3 تاشو بدم تو من 2 تا بخورم؟ آره به چه مناسبت؟ مثلا شما قد حساب کنی، یا مثلا تو قیمه درست میکنی، تو همش تو میخوری، بعد تازه من میام خونه میبینم دو تا تیکه گوش، همش تو میخوری، پویا همه لپه دارن با هم میخندن، تنها بازی میکنن، ما رو نخور. این کل چیزی که بر من مونده، این قیمه آخری که اصلا خنجر به من بود. چرا؟ من خنجر به من، واقعا من احساسی از پشتی که من خنجر زده اینقدر کم، من یه این همه پای گاز زحمت بکش عرق بریز، بعد برگشتن اون دوتا گوش یه لب پدان تنابازی میکنم، ما الان نخورم. خب تو سهمتو خورده بودی. کجا سهمم خورده؟ من یه چوسه ریختم بردم سر. دیگه اینا همیشه این سرکوب، اینا از خوشی همه سهمم میخوره. و من گلابی، چون گیه ندارن دیگه، و من گلابی. چه کسی گلابی ها را؟
خجالت بکش. خوردن چی میشد؟ طعام، اطعم. نه اطعم طعام میشد، اطعم میشه دیگه، اطعم میشه خوردن. نه آقا خلاصه اینا همش سیاه نماییه، همش دروغه و من سهم یکسانی دارم. فمینیزم باید در همه جای زندگی ما متبلور باشه. احتمالا یکم اینجا چیل کنیم، کاش بازم چای داشتیم ولی نداریم، یکم کتاب بخونیم و تا پنکیک بعد. نه پنکیک بعد، هفته بعده. این امروز ولاگ میخوام بگیرم. بازم امروز صحبت میکنیم با بینندگان و شنوندگان عزیز. هیچ کی نمیدونه. Who knows. همش یه سورپرایزه. همش براتون سورپرایز دارم. بذار این حرکت بعدیتون کسی بگی. یا دیدی؟ من از این حرکت چیشا شکمه یارو چیز شکمه. نظری چی؟ آره. انگار دقیقاً انگار این بچه به دنیا. بذار بیا مردم قضاوت کنیم بخندیم. آه هر کی هم خواست میتونی ما رو قضاوت کنیم. ما رو قضاوت کنیم. اهمیتی نداره. را بندازیم که همدیگر رو قضاوت کنیم. ما میخواییم یه کمپین را بندازیم به اسم همدیگر را قضاوت کنیم. آخه یعنی چی قضاوت نکنیم همدیگر؟ مثلا نمیدونم نباید بکنید دیگه، ولی اخلاق و رفتار، اخلاق و رفتارم من به این نتیجه سالها بیش رسیدم که نباید، چون به بدترین شکل سر خودم اومد. چون موقعیت واقعا درسته. چرا نه؟ نه نه به خاطر کار ما و اینا، نه نه شانسی شد ولی خودم کارما. نه بحث کارما نیست، شانسی شد. من به کارما اعتقادی ندارم. پویا تو چی؟ من یکی از سخت به کارما معتقدم. نه من جدی بگو، این تو اگه دست بگم تو دماغ پویا اعتقاد نداره اصلا. و این چیزی که دارم میگم اتفاقی اتفاق افتاد و فهمیدم که پس مزخرف نگم راجع به یکی دیگه، چون خودم هم یه جوری گیرش افتادم که اصلا نفهمیدم از کجا خوردم. انرژیش بهت برمیگرده. ولی خب ما همه یه سری قضاوتی توی ذهنمون، یعنی ما همیشه در هر ساعت و ثانیه داریم قضاوت میکنیم دیگه همه چی رو، مگه غیر از اینه؟ نه بر من اینجوریه، من همش دارم همه رو قضاوت میکنم تو ذهنم. من گفتم نه دیگه غیر از این نیست. آها. نه غیر از این نیست، نه به این معنی دیگه. آقا انسان دیگه، انسان زنده مگه میتونه، انسان زنده مگه میتونه قضاوت نکنه؟ من این تو کتم نمیره. میتونه؟ حالا این بودایی همش توی قالب درخت نشستن. خب همون دیگه، هیچی نمیبینن که بخواه قضاوت کنه. آدم ها رو قضاوت میکنه دیگه، راجبشون حرف میزنیم، نظرمون رو راجبشون میگیم. آیا این قضاوته؟ بله. پس ما همه رو قضاوت میکنیم با این حساب. های ظاهر نه، آخه احترام آدما باید دست خودشون باشه. اتفاقا این مسئله مهمیه. همه تو ذهنشون یه قضاوتی دارن، ممکنه حرفای خبیثانه ای هم حتی ناخودآگاه بزنن، اما کنترل این که ما به بقیه چی میگیم، به بقیه چه حسی میدیم، این خیلی مهمه. چون به هر حال ذهن ما همش پویاست دیگه، همش داره کار میکنه، همش داره قضاوت میکنه، داره مقایسه میکنه، داره مقایسه میکنه، چه میدونم تحلیل میکنه. این قضاوت ها هم یه بخشی از اون تحلیل مغزه. تا وقتی اوکیه که همش همینجا باشه، وقتی که به زبون میاد، مخصوصا به همون شخصی که داری راجبش قضاوت میکنی، اونجاست که مشکل شروع میشه، مشکل اصلی و اساسی. به خاطر اینکه اصلا جایگاه تو نیست که بخوای راجب چیزی نظر بدی و حرف بزنی، مگر اینکه ازت نظرتو بخوان. نه؟ موافق نیستی؟ بگرم اصلا من و تو با هم بشینیم مثلا در راجب اون آقایی که اون دورتر نشسته که رفتارش جوری، پس این حق ماست. در حال ما حسنه مثلا این کار نکنیم چی کار کنیم؟ کتاب بخونیم؟ Thank you.
بزن ببین چطوره. آلو شده خوش. مخاطبشون بودم، انقدر توش خوشگل بود، برای توش خیلی عجیب و جالب بود، ولی یکم معذب بود.